با وطندار خود دور از وطن اما با وطن با شما روبرو هستم و با گفته استاد بزرگوار رهنورد زریاب که مدت ما در وطن زندگی کردیم حال وطن در ما زندگی میکنه. تشکر. وقتی که ما و شما فرد فرد ما از وطن میبرامدیم در میسرحت وطن در گوش ما گفت که نازنین هر جایی که میری برو خدا یارت اما مرا افغانستان فراموش نکنید. احمد غوث سلمی یک تن از سخنوران و گویندگان مبتکر و موفق رادیو تلویزیون، ژورنالیست ورزیده و مجرب کشور ما هستند که از محبوبیت خاص در بین مردم افغانستان برخوردار می باشند. موصوف با کار و فعالیت‌های پرثمر، با عشق سرشار و علاقمندی خستگی ناپذیری که به وطن و هموطنان خود دارد، توانسته با هم‌میهنانش و بخصوص با کارمندان رادیو و تلویزیون رابطه نیک، دوستانه، صمیمانه و مردانه ایجاد کند. او در جهت حل مشکلات دوستان و هموطنانش از هیچ نوع امکانات مادی و معنوی دریغ نورزیده. در محافل دوستان و در مجالس علمی، ادبی و مسلکی به حیث شخصیت بزلگو و تنزگو نقل مجلس دوستان خود است. سخنان ارزنده، طبع والای ادیبانه، شیرین کلامی و فکاهیات دلپذیرش ایشان را محبوب القلوب دوستان خود قرار داده است. آقای غوث زلمی زمانی که صنف دهم در لیسه عالی استقلال بود با کارهای فرهنگی آغاز نمود. او در سال 1351 خورشیدی اول نمره از لیسه استقلال فارغ شد و در کنکور 1352 وارد پوهنتون کابل شد و پوهنزه ادبیات و علوم بشری وقت جذب شد که در سال دوم وارد دپارتمنت ژورنالیسم گردید و بعد از سپری نمودن دوره مکلفیت وارد مطبوعات شد و سپس کارهای خبرنگاری را در تلویزیون وقت آغاز نمود. آقای زلمی سند فوق لیسانس را از فرانسه، ماستری را از چکسلواکیا و دکترای ژورنالیسم را همزمان با کار در بخش مسئولیت فرهنگی سفارت افغانستان در تاشکند در سال 1995 از پوهنتون دولتی تاجیکستان طور غیابی به دست آورد که در صفحه اینترنتی IOM ملل متحد هم به طور رسمی ثبت است. او در دوران پوهنتون از مرکز پیداگوژیک فرانسه و افغانستان در کابل لیسانس زبان و ادبیات فرانسوی را نیز به دست آورده است. او برنامه های زیادی در رادیو تلویزیون ملی افغانستان تهیه و گردانندگی نموده است که از مشهورترین برنامه او می شود از برنامه پاسخ چیست، سیمای هنرمند و هفت شهر هنر نام برد. همچنان او در رادیو برنامه های چون آدینه روز، سرود و سخن و راه زندگی نام برد. غوث زلمی اولین ایجاد کننده کمره مخفی در افغانستان بوده است. او در سال 1369 به نام شوخی کمره با همکاری عبدالله و سرور انوری مدیر عمومی آن وقت هنر و ادبیات بود برنامه ای را ساخت. او در جهت انعکاس دادن کار و فعالیت‌های بیشمار از شخصیت‌های ادبی و هنری کشور ما نقش مثمر و برازنده ایفا نموده است. از آن جمله میتوان در مورد به شهرت رساندن مرحوم استاد سارابان یادآور شد. او استاد سارابان را با کمک اداری وقت هنرمندان جهت تداوی به شوروی وقت نیز برد. خاک استاد سارابان هم توسط استاد غوث زلمی هم از پشاور به کابل انتقال گردید و در حدود 50 متری جنوب آرامگاه احمد زایر مرحوم به خواب ابدی فرو رفته است. مرقد استاد سارابان را هم غوث زلمی قسم ساخت تا از گزند روزگار در امان بماند. او با یک حسنیت و خدمت به کسانی که علاقمند بودند تا با فرامین الهی با زبان خود آشنا باشند، نسخه دری قرآن کریم را چاپ نمود که از تصادف به اصطلاح چپگرمک شد و تا سرحد اعدام پیش بردند. به فضل خدا و کمک انسانی همه عزیزان در سراسر وطن و بیرون از وطن هم از فرهنگیان پیشنهاد مبنی به خلاصی او از زندان و نامه با امضای بیش از 5000 هموطن از سراسر جهان امر راهی او را از جناب کرزی رئیس جمهور پیشین بعد از گذشتاندن 2.5 سال زندان صادر فرمودند.
بعد از آزادی مدت بیش از 3 سال را در خانه‌اش در کابل بیکار و بیروزگار سپری نمود و بعداً با همکاری ژورنالیستان وطن در رأس شورای ژورنالیستان او در حمل 1392 بعد از 6 سال دوری با فامیلش بالاخره در کانادا ملحق شد. زلمه غوث فعلا نیز کارهای فرهنگیش را در خارج از کشور نیز ادامه داده و فعلا از طریق کانال یوتیوب در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد. السلام علیکم، ما غوث زمین نام دارم، این آقای شهروان هستن، این هم ببرک جان، بابوشا جان. ما از رای بشار دور آمدیم، تقریبا 1 ساعت 2 ساعت را سکر بیروبار بود، 2 ساعت اگر بیروبار نمود، 1 ساعت را اینا همه از وان وان؟ وان وان چیز؟ کمشار هست؟ دیگه گودبریج ببرک جان این بقید در افغان سوپرمارکت ما را گفتم که بهتری اینه فاین جان مسئولش هست و بچه بسیار نازنین اینه فقط پیشانی نظمیست که کلگی دیر میکشونه فقط برخورد و پیشانیش دیگه ما بیاد کوچه علی رضا خان کابل که بهترین قالبی داشت و کوچه بسیار با برکت شیخ داشت داخل کوچه کاکونیکای کلپز بود و حلیم بسیار نازنین ما بیاد شیخ های کوچه علی رضا خان قالبیش پل باقری و مزار شدیم و شارنه و کابل آمدیم سه شیریخ شیریخ بسیار نازلینی که در آسف یک مزار که میریم در چارکار بهترین شیریخ بود اونجا میخوردیم کباب بسیار خوبش بود نگه بیاد کابل جان این شیریخی که هم قیماق داره هم هل داره هم پسته داره و بسیار شیا داره یعنی ما بسیار گرمی بیرون شاید یک لک درجه بسیار گرمی هست یک گرمی کده بودیم این آمدیم کمک دل درون ما سرد شد دیگه توکل با خدا ما میگم کسایی که اگر مسلم ها گرمی کدن بیان بمی قسمت های لاورنس و مارکم لاورنس پولی همون به حساب سابقه که میگفتن کاروان سلیم کاروان در پولی جنا هستن تشریف بریم بهترین شیخ هست دیگه انشالله و رحمان که همیشه در دنیا سرد کنیم در سرد کنیم